سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قرار هست بریم یه سری ویدیو ببینیم از بازی رسمی که چه استفاده ای از حرکات فیک میکنن. فیک یعنی چی؟ یعنی کاری که طرف یه کاری میخواد انجام بده که من نفهمم، یه کاری از قصد انجام میده که من فکر میکنم میخواد این کار انجام بده، یه کار دیگه انجام میده، بهش میگم فیک. حالا میتونه فیک پاس باشه، مثلا پاس فیک بده، پاس تقلبی بده. من احساس کنم داره پاس میده ولی پاس نداده، مثلا سر توپ زده یا مثلا شوت زده یا هر کاری دیگه کرد. میتونه فیک شوت باشه، میتونه بدنشو به صورت فیک بذاره، هر حرکتی که من گول بخورم رو بهش میگم فیک. امروز می‌بینیم یه سری از این ویدیو رو با هم می‌بینیم، هم ممکنه یه سری چیزا هم یاد بگیریم با هم دیگه. پس خالی از لطف نیستید، حتما تا آخر ویدیو ببینید. آخر ویدیو یه نکته خیلی خوب میخوام بهتون بگم، حتما بهش توجه بکنید. خب بیا، اینم اولین ویدیو. توپ تو شکمش بودش، نمیدونم این خطایی یا نه. حرکت دومم فیکی که اینجا ایجاد میشه، ریوالدو پاشو وا میکنه و اون رونالدو هم توپو میگیره و توپو تو دروازه میکنه. پس اون فیک چقدر مهمه، حتی بازی بدون توپ. میاد سان بکشه، این کار انجام داده نشد، رفت یه کار دیگه انجام. روشم خطا کردم چون اعصاب و آدمو میزه به هم بازی میگم. دیوید سیلوا ببینید، چه دو تا سر تو، دو تا فیک شات و سومیشو گل کرد. اولیش، دومیش فقط یه حالت شوت میگیره و دفاع فکر میکنه الان یعنی شوت میزنه. تکلی. به به. حرکت با دیفنت نگاه کنید، فکر که با بدن میاد نگاه کنید، طرف 180 درجه باز که یه بار دیگه خوب حال رواد نده. فکر خیلی خوب، خیلی خیلی مهم حرکات فکر. این هم یه فکر کورنل بود، کسی توجه نکرد ولی یه تاچ زد و داور قبول نکرد. داور هم گول کریم بنزما زمانی که لیون بود با یه فکر نگاه کنید، یه آموزش ها، یه آموزش خیلی خوبه، با یه فکر گوله رو انداخت اون ور. چقدر ساده. یه فیک فرناندو تورس، یه فیک بدن اومد گوله، فیک الان میخواد شوت بزنه، گوله رو خودش وا داد و دروازه خالی شد برای فرناندو تورس. این هم یه فیک فری کیک، فوتبال بانوانه که البته برنامه‌ریزی شده است. تمام توجه ها رو روی اون بازیکن صرف می‌کنه و یهو یه بازیکن دیگه شوت میزنه تا گولر بیاد بفهمه چی به چی شده. فیک پنالتی، کفششو پرت کرد. تمام این فیک ها رو من توی دوره جامعه گفتم. اینم یه فیک پسی که تیری هانری تخصصش بود. البته این حرکات خیلی قدیمه ولی خب اون اولین نفری بود فکر کنم داخل فوتبال این کار انجام داد که انگار داره سان میکشه ولی با پای تکیکاش در واقع داره پاس میده. من دقیقا همین کارم دوباره اجرا شد، دوباره همین کار. اصلا مشخص نیست داره پاس میده، خیلی جالبه. البته آسونه، فقط پای تکیکاش میاری و بعد مثلا ادای شوتو در میاد. دوباره با همین حالت پنالتی زد. تیم ملی اسپانیا هم هست. یه فیک فریکی که دیگه از موله، البته بگم جواب نگرفتم، پاس خیلی ضعیفی داد بهش. حالا میتونست نتیجه بگه اگه چیپ میزد خالی میشد موله. دوباره یه فیک سانتر از نیمار، خیلی جالب ها. این فقط اعتماد به نفس میخواد دیگه برای انجامش. فیک این اسم نمیدونم چی بزنیم، فیک بعض پاشی. دوباره همون حالت، او چه فیکی زد، فیک رابونا، انگار میخواست با رابونا پاس بده که شما چهار نکن رفت اون وقت. رونالدینیو، کریستیانو رونالدو حالتی که میگیره فیکه دیگه، انگار میخواد اون ضربه بزنه ولی کی زد؟
یه نفر دیگه زد، هارگریوز بودن بود. آره دوباره نیمار، ببینیم سانتر اول که نزد، سانتر دوم هم فیک زد، سرش این بر کرده زد فیک بدن لوکاس از و پله هم که یه فیک دویدن میزنه و دوازه خود از زد توت. وای خدا بود، هیچ کاری نکرد، گل هم فکر کنم به نامش ثبت نمیشه، ولی خب به خاطر حرکتش. فیک رابونا از رونالدو، نولوکای رونالدینیوس. او چه بدنی اومد، میگو بدن شوت زدن، پاس دادن، ادای دریبل در آوردن، بدن نگاه اصلا به توپ کاری نداره. مارس فیک شات، میگو مارس پا چپه دیگه، یه کاری که با پای راست سر توپ زد، فیک شات زد که انگام پا با پای راست ضربه بزنه، هم دفاع رو گذروند، همین که توپ افتاد پای چپش. ببینی؟ پای چپش خیلی راحت تر میتونه کار انجام. او چه فیکی بودین خدا، من به نظرم تو این همه ویدیو این از همه فیک ها فیک تر بود. نگاه کن ست بازی کن، فوق‌العاده بود. یه فیک، اکثر بازیکن تکنیکی فیک های خیلی خوبی میزنن. تکواندویی زد، هرچی طبیعی تر بیشتر میگیره. این چه فیکی بود، نیمار اسطوره فیک. اینم خدای فیک بود، اصلا نرف اقل کله برپلند. زلاتان ها زمانی که آجاکس بود همه رو با فیک، یکی با راست یکی با چپ. فیک های رونالدو، رونالدو یکی از زمانی که منچستر بود بهترین فیک زنا بود. فکر اینجا نوشته همه تصور کردن که گوتی میخواد شوت بزنه، بس این یه الان یه فیک میخواد نشون بده از گوتی، ولی مثل که در واقع میخواد پاس بده با پشت پا. آره نگاه کن فیک خیلی تو چشم، اگه تا میتونید حرکات فیک رو بزنید، نیاز مهمه فوتبالیست تکنیکیه، شما رو کلن باهوش نشون میده، بازیکن تکنیکی نشون میده. اینجا کن نوشته الان همه فکر میکنن شوت میخواد بزنه ولی قطعا پاس داره میده و نیازتون هست. برای اینکه دریبلا رو حرکات رو میخواید تو زمین بزنی تکنیکی و اینکه اعتماد به نفسش داشته باشه، باید قطعا قبلش هزاران بار تمرین کرده باشی. یعنی یه طوری باید تمرین بکنید که مرحله به مرحله که مثلا اون حرکت مثلا رابونا رو دیگه مثل آب خوردن بتونید بزنید، که حالا برسید به فیکش و یا مثلا اینکه تو چه موقعیتی باید بزنید. باید مرحله مرحله بشینید تو تمام مراحلی که دارید تمرین میکنید، اون حرکت فیک مثلا رابونا اولش باشه، حرکت فیک مثلا پاس اولش باشه، که مثلا حرکات دیگه هم باش ترکیب میکنه که هی اینا پوشش هم دیگه به هم دیگه رو پوشش بدن که قوی بشه، یعنی راحت دیگه اون رابونا رو بزنید، در حالی که مثلا خیلی سخت از اونم بتونید بزنید. همیشه مرحله مرحله تمرین کن. یه پا واکر برونو، در واقع اگه من بودم گل میتونستم به نام برونو ثبت کنم، کار اصل اون کسی انجام میده که پاس میده. عجب فیکی زد مسی، هیچ کاری نکرد، فقط رفت بعدم نگاه کن رفت که این بره گلر باش رفت، صدم ثانیه تصمیم میگیره. تا
تمرینات مرحله به مرحله انجام بدید، همه اینا رو میتونید تو بازی انجام بدید. ببینیم اول چه بدنی گذاشت. اول همه فکرن داره وام میسه، بعد یهو جا خالی میده و فرار میکنه. اینم از ویدیوهای امروز. کلی ویدیو فیک دیدیم، فیک پس توش بود، فیک شوت توش بود، فیک بدن توش بود. دوره جامعه شامل 300 جلسه تمرینی هست، برنامه هفتگی داره، مرحله به مرحله شما رو میبره جلو، تمام حرکات رفع اشکال داره، پشتیبانی داره و شما بعد از پایان دوره به بازیکن تکنیکی و حرفه‌ای تبدیل خواهید شد. 5 عدد دیویدی براتون ارسال میشه، کنارش وبسایت براتون اکان باز میشه، هم از طریق موبایل هم از طریق تبلت میتونید جلوتون بذارید، حرکات رو ببینید و تمرین بکنید و پایان هر هفته میتونید ویدیوتون ارسال بکنید و با تایید این که شما این حرکات رو درست اجرا کردید میتونید به مرحله بعد برید. بعد از پایان دوره تضمین میکنیم به شما که شما به بازیکن حرفه‌ای تبدیل میشید. تمام حرکات و تمرینات کاربردی هستن، از بازیکن‌های مطرح دنیا و از بازیکن تکنیکی دنیا برداشتیم و اونا رو استپ به استپ کردیم، طراحی کردیم تمرینا رو به اضافه 10 تا 12 ساله خلاقیت خودم رو بهش حسابی کنید که شما سریعتر به نتیجه برسید.